سلام بچه ها، خوش اومدید کانال خودتون، کانال کهن آپولو. بالاخره اون قولی که داده بودم عزازیل رو، کتاب عزازیل رو شروع کنیم، قسمت به قسمت با هم پیش بریم، ما امروز استارتش رو داریم میزنیم و این کار رو داریم انجام میدیم. پیش گفتار از عزازیل از شاهین نجفی، بریم و برگردیم. خب دوستان، خوش اومدید به کانال خودتون، کانال کهن آپولو. همونطور که گفتم از عزازیل میخوایم یک سری از شعرها، یعنی کل این شعرها رو قسمت به قسمت براتون ویدیو ضبط کنیم، بریم بر لذت ببریم. من این کتاب رو، خب فیکش رو البته اینجا دارم، خوندم، ملام خونده، ریاکشن به هر حال نیست. حالا اون ریاکشنی که شما تو ذهنتونه، ولی از نظر من ریاکشن قبلا هم توضیح دادم، ولی حالا میخوایم بیشتر یه آنالیزی کنیم و اون چیزهایی که حالا شنیدیم توی این اشعار و ما رو برده تو اون فضایی که خودمون بودیم. خب شاعر با ما زیاد فاصله نره، لازم قومیتی یکی هستیم و خیلی جا واقعا ما خودمون رو میتونیم در اون لحظه ببینیم، در اون جایگاه شاعر ببینیم. خیلی لذت بخشه برای من این کتاب. البته این کتاب اینقدر من نمیدونم چطوره، واقعا فکر کنم یه تایپی که داشتم میکردن، یک بار دیگه به تایپ خودشون حتی نگاه نکردم و تایپ خیلی بدی هم شده، پر از غلط غلوطه. اینجا اگر دیده بشه، فکر کنم دیده، آره دیده، نگاه کنید چقدر غلط غلوط داشت دیگه. الان من مجبور شدم که هر طوری شده رو بگیرم، هم از خب همین فایل صوتی، همین که قسمت هاییشو حالا بچه ها بهم رسوندن، کتاب های اصلی داشتن، بچه هایی که کشور دیگه بودن، از تو توییتر اینا محبت کردم مثلا فرستاد. خب دیگه بدون معطلی بریم و پیش گفتار این کتاب شعر رو با هم بشنویم. من آخرین بودم، پدرم مرا کاشت و مادرم درخت بود که خار زایید. 15 سالگیم را قرآن خورد و اینجا میگه من آخرین بودم، پدرم مرا کاشت و مادرم درخت بود که خارزایید. خیلی جالب، چند وقت پیشم تولد شاهین نجفی بودش و یه جورای بی ارتباط هم نیست به این روزها، چون تولد خودش داره میگه و 15 سالگیش که حالا تا اونجا اومد، تا 15 سالگی رو حالا زیاد بهش نپرداخته، از 15 سال به بعد رو داره بهش میپردازه که دیگه 15 سال یک قاری قرآن شده بود. شعر بیان که بدانمش ویروس جانم شد. شعر تجلی ناتوانی من بود، توانی ناتوانی و احساس. سیسیفوس از انزلی. این سیسیفوسی که میگه یعنی دیگه من توی انزلی بودن من یه جورای تکراری شده بود و باید میرفتم انگار در پی یک چیز جدیدی رو یاد میگرفتم. چرا حالا سیسیفوس کی هستش؟ بخوام بهتون یه مقدار حالا اینجا در مورد صحبتم بکنیم. یکی از اساطیر یونان هستش که یکی از خدایان یونان یا فرماندهان یونان هستش، یونان اساطیری. و لقبش حالا یعنی معذرت میخوام، لقب که نه، از لحاظ جدی بخوایم بریم دیگه بالا، پدر بالاتر، به آپولون میخوره و در نهایت به زئوس. حالا آپولون هم که، یا آپولو که قبلا هم توضیح دادم، خدای خورشید و موسیقی و نور و اینجور چیزای یونان بودش، پسر زئوس. و همین سیسیفوس هم یکی از نوادگان همون آپولون هستش. آره، همه با هم فامیلن اونجا، کلند فرمان رواق و همه عدلات. خیلی هم زیباست واقعا، اساطیر یونان واقعا زیباست. و حالا اون چیکار میکرد زئوس؟ معذرت میخوام، سیسیفوس به یک نفرینی دچار شده بود به خاطر یک سری کارهایی که انجام داده بود. این بود که یک سنگی رو باید از پایین یک تپه، یک سنگ بزرگی رو قل میداد، میبرد به بالای قله و وقتی به اون بالا میرسید دوباره این سنگ قل میخورد، میومد پایین دوباره. این باید این تلاش رو همیشه تا ابد زندگیش باید این کار رو انجام میداد. آره، و این یه کاری بود که دیگه هر روز داشت تکرار میشه، یه کار تکراری بود. و اینجا هم وقتی شاید میگه سیسیفوس از انزلی، شاید دیگه تو اون سن به جایی رسیده بود که داشت هی تکرار میشد و باید میرفت جای دیگه خودش رو کشف میکردش. سالها شاعری شکست خورده در خیش و در انتظار طلوع بودم. روزها شب بودند و امید سقف سوراخ خانه بودش. میبینی میگه سالها شاعری شکست خورده در انتظار طلوع بودم، یعنی اون زندگی تکراری داشت تکرار میشد و اون اتفاق نمیافتاد. همون سیسیفوس از انزلی. شعر آخرین پناهگاه. در 20 سالگی خدا را در شعرم گردن زدم تا اذان من شود.
تا از رگ گردن با من شود. گردن زدن شاید اینجا منظورش بیشتر نقده، نقد بیرحمانه کردن و پرسشگریه که حالا آمده یک سری پرسشگری ها رو انجام داده و ببینه از کجا آمده، اول چی بود و چطور بودش، از کجا همه چی شروع شده، هستی از کجا شروع شده، و این پرسش هایی که تو ذهن 20 ساله شاعر داشت تشکیل می شد. سپس او را در پیکرهای بسیاری آزمودم، او که پنهان و فرار است و در فرار از من به دام افتادم. خدا که بوگ زن می داد و زن که تصور مادر در تناسخ واژه ها بود، زن که حضور امن و امنیت حضور بود، زن که در لباس خواهرانم عروس می شد. اول کلمه بود و کلمه خدا شد. اول کلمه بود و کلمه خدا شد. قبلا هم در مورد صحبت کردیم تو یکی از ویدیوهای دیگه، یاد باشه دیگه، در مورد انجیل یوحنا، آغاز انجیل یوحنا که میگه و ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود، همان در ابتدا نزد خدا بود، همه چیز به واسطه او آفریده شد. و در ادامه اینجا هم دقیقا همین رو میگه و میگه که اول کلمه بود. حالا ببینیم در بقیهش چه خواهد گفت. کلمه میزاید و با آن نفس میکشم و در اون نمیرم. خدا دم بود و دم آدم لحظه و تداوم آن، از او گریزی نبود اما گذر چرا. اینجاش خیلی زیبا، گریز نبود اما گذر چرا. هر جا بری دنبالت میاد کلمه خدا، واژه خدا همه جا هست، اما خب میتونی بگی اوکی من دارم میرم، تو بیا ولی من دارم میرم. خدا آینده که در بازگشت است. مردی سال خورده و خمیده با عبایی از پوست گرگ و تفنگی بر دوش، حالا گاهی در شعرم زنی است با چشمان مادرم، دختری که دوستش میدارم، حیوانی اصیل در تنم که میتنم از خیش در. میگه مثل مادرم، مثلا خدا مثل مادرمو شنیدی، میگم فلانی خدای، مثلا رپ فلانی خدای، نمیدونم نقاشیه، مثلا یک نوع خدایی بودی مادر واسش، یا مثلا فردی که عاشقش شد. خود تا بند به بند احشای غریزم فرمان بر فتوای عشق شوند، و گاهی چنان کوچک که نمیشناسمش. آینده از آن اوست و من در بازسازی گذشته نشانه های او را می جویم و در ذهن آینده او را تصور می کنم. موتو قبلا تموتو. موتو انت قبلا تموتو. معنیش این میشه فکر کنم. قبل از اینکه بمیرید، قبل از اینکه مرگ سراغتان بیاید بمیرید. یعنی اینکه به فکر مرگ باشید و در مورد اون اندیشه کنید، پرسش کنید، یه چنین چیزایی که فکر کنم هم حدیثی که از پیامبر گفته شده اومده و بعضی ها اونو منتسب به صوفیان میدونن، صوفیگرها، صوفیگری و این داستانا که بودش، بعضی ها میگن مثلا اونها گفتن، یکی از بزرگان صوفی گفته. حالا در کل از گلوی مذاب و معذبم تقصیر فهم نیست و بر دوش احساسم کودکیست سال خورده، دندانش از پس پشت در گردم، میمکت خونم را و نشات از خنده ها رعشه می گردم، که گفتم بین دوشان است و ویدیو قبلی گفته بودم، می شود و شاد میمیرم و باز میگردم. همو مرا شهامت بخشید تا چرت نویس هایم را با دیگری تقسیم کنم، و هر بار از چهره ها میخندی کدام واژه ترکشیست بر چهره مخاطبم و با آن جفت بیاندازد، و من همانم که کنار ساحل پرده بالا میزدم و زنان را دید. مخاطبم برهنه در برابرم میستد و چشمان او که به انزال میرسند آیه های عزازیل و جشن جاودانگی واژگان و عزازیل به گیلکی، حالا عزازیل که یکی از فرشتگان خدا میگن هست، ولی عزازیل به گیلکی به فردی میگن که خیلی شیطونیه، طرف عزازیل منی دقیقا هم اینم با عین نیست، با الف عزازیل که به گیلکی هستش، اسم کتاب هست عزازیل با الف. دیدی اینجا میگه فقط به خاطر این که اون طرف مثلا یک هیجانی به اون دست بده، یک وحشتی ترسی به اون دست بده، و من مثلا اونجا یک لحظه یک انرژی به این بده، مثلا از اینکه یه کاری انجام دادم اون ترسوندم، فقط این کار انجام میدم، که چشمای او که مثلا به انزال رسید آیه های عزازیل و وا ویلا، مثلا من حال میکنم واسه خودم از این کار، میدوام و میرم، بچه بود دیگه. وا ویلا. پنجه در پنجه میافکنم و مینویسم و باد از کرانه ها مرا میدزدد و دوباره به ساحل دریا میدوزد. شعر پناهگاه اوست،
او کودکی که دیگریست و هنوز غذا می دزدد و گرگ می شود. در خلوتت کسی نمانده که با تو گریه کند؟ در ناخن دست راست سمت چپت لکه های جنون لبخند می زنند. لگن مگر از نشست تو نمی دانست که شکست و برنخواست. انگشت حلقه می پرد در حلق و ماهی می شود و از استخوان در گلو نفس می دود و آواز می شود. من آخرین بودم، مغلوب اراده دیگر که مرا کاشت و نه زمینش از آن من بود و نه روح سرگردان کوچه های خاکیش و نه حتی دیوانگان شهره شهر و سایه های اسب های رها در محله ها و فاحشگان پیدا و شهناز و مهناز و مینای بلوار امام، مینای شلوار بی زیپ و ساز و ساحل و سوزاکش. آه از دست تو که عشق دختر دبیرستانی با پیشانی بلند زهرهای پر از موتورهای دو ترک نشسته. اینو دقیقا ما میدیدیم دیگه، عشق دختر دبیرستانی زهرهای پر از موتور میومدن دوباره دخترانه و گاز و فلان. رقص غمه در کوچه های کثیف کلانهای کودن در کمین، رقص غمه در کوچه هایی که کودن بودن، این فرهنگ در اونجا پایین بود. ولی حالا نه، اینم بگم شاید اون فرهنگ تقصیر اونها نبود که پایین بود، اینم باید در نظر داشته باشیم. عشق مینی بوسه بوسه های آشکار و کار کنار پلاژ و کپل های دختران رشتی و تهرانی، عشق خنده های دهاتی و دلبری با تستسترون و بازوان حجیم و رانهای خجل. آه من که عاشق عاشق فاطمه زهرا و دختران شاد در شب قتل، عاشق خیابان و شب و عرق های تخمیر واجبی چکید سکس بیل سیاد کومه نشین مرداب. خوش بودم و به ابرهای تیره خیره می شدم در جستجوی معنایی تا کمی بیشتر زنده بمانم. خوش بودم، بعد داشتم هی پرسشگری میکردم، هی شک میکردم که این زندگی چی هستش. فکر کنم داره همون زمانی میگه که فلان تو انزلی بود و آره دیگه دقیقاً آره. حالا قبل از اینه که شاید قبل از 20 سالگیش هم هست حتی. کافه های تاریک تکسیم ترکیه و زنان پیر و پلیس های، یا نه شاید تو همون دوران از 20 به بعده که دیگه داره پرسشگری میکنه، بعد احتمالاً همین از 20 به بعده، یعنی سنی که داشته. بعد الان رسید به اینجا که کافه های تکسیم ترکیه، مهاجرت کرده رفته ترکیه. حشر از رشوه، من اهل هیچ کجا بودم. آره دیگه مهاجرت کرده، هیچ پاسپورتی شاید دیگه نداشته و میخواد بره پناهنده بشه به کشور. تمام هستیم هویتی جعلی تا پرواز کنم. مسئله آینده بود، آینده من بودم. پذیرش معادله تکامل از دندان مار، پوست اندازی دردآور و لقاح در لقای کسی که پشت سر آیندت آب میریزد. پوست اندازی، این پوست اندازی خیلی سختاش، خیلی حالا شاید اون پوست اندازی ما رو شما دیده باشید توی تلویزیون، ولی این پوست اندازی خیلی سخته که از این فرهنگ سنتی بیای پر بکشی و بریزی به یه فرهنگ مدرن و خودتو با اون آداپت کنی، آپدیت کنی. کسی به استقبالم نشد، به استدبارم اما چند چشم بیگناه چاه میدید و هر شب از آن میگریختم و میگرخیدم. وحشت انگار جسه بود زیر تختم تا به وحشت منجیل در زلزله برادری شوم زیر آوار رفیقانش. شعر اگر دهانی داشت ما را می درید و خون قیمی کرد. خاطره نیستین دیگر، شور خطوط خام خیال و خواب رویا در خرابه های گذشته است. تا آینده کور نباشد، تا بخوانی مرا، تا بخوانم تو را، تا به خوابت بخوانم و بیدار بمیرم. تمام شد. دیدی یه جا گفت خاطره نیست این دیگر، یعنی این یه تجربه است، فقط خاطره نیست، تجربه‌ای که آینده دیگه مثل اون نباشه. خیلی زیبا بود پیشگفتارش، پیشگفتن اینقدر زیبایی مطمئنن با اگر حال کرده باشید با این ویدیو با بقیه اشعار حال خواهید کرد. فوق‌العاده است واقعا این اشعار و من رو که واقعا میبره واقعا با خودش به یک دنیای دیگه و اون روزهایی که گذشت اون لحظه به چشت میبینی. از خودتون مراقبت کنید، باعث باشید فعلا.